سلام دوستان، من نیما هستم و اینجا پندار تیویه، کانالی که به سرگرمی های دیداری این مقداری با فاصله نگاه میکنه. توی این ویدیو میخوام درباره تجربه دیدن فیلم سینمایی فانتزی کودکانه دیزنی صحبت کنم که خب این مدت خیلی هم سر و صدا کرده بود و یک خبرهایی از شکایت مربوط به اون هم به گوش میرسید که از طریق کارت های این بالا میتونید کلیک کنید و ببینید. اما موضوع چیه؟ فیلم کروئلا که اما استون بازی میکنه و به نوعی یادآور اون شخصیت 101 سگ خال داره که یک طرف مارش سیاه یه طرفش سفیده و طوری پیش میره که شما رو قراره نزدیک 2 ساعت سرگرم نگه داره. اما خب مثل خیلی از کارتون های والت دیزنی خیلی فانتزیش قوی میشه تا یه جاهایی و این فانتزی، اما چون که شبیه کارهای دیگه والت دیزنی هست و دیزنی به طور کلی، یه مقداری حالت کلیشه ای پیدا میکنه. یعنی شما فکر میکنید که خب قابل حدسه همه چی که چه اتفاقی قراره بیفته، حالا میخوام برم کیو مبارزه کنم، در نهایت که کسی برنده میشه، صحنه پایان بندی و شروعش و همه اینها، یه مقداری ادای تند بودن در میاره، ادای سریع بودن یعنی در میاره. اما به طور کلی نمیشه گفتش که شما با دیدن این کارتون شب چیز خاصی به دانسته هاتون یا به تجربیات ذهنیتون افزوده شده. اما اگه آدمی هستید که کارتون دوست دارید، مثلا اگرچه این کارتون نیست، 101 سگ خالدار رو خیلی جذبتون کرده بوده در کودکی یا در قدیم، و از طرف دیگه یک مدتی رو میخواین که مغزتون راحت و آزاد باشه و به موضوعات جدی فکر نکنه، ایده خوبیه که یه برنامه بذارید و دور هم بشینید کروئلا رو ببینید. برام بنویسید که شما چنین موضوعاتی رو دوست دارید یا دوست ندارید، چنین محصولاتی رو میپسندید یا نه، و توی این شاخه ها هم بریم و دربارش صحبت بکنم یا نه بریم سراغ شاخه های دیگه. پس نظر شما واقعا برام خیلی مهمه که بدونم چه تیپ کارهایی رو دوست دارید براتون دربارش بیشتر صحبت کنم. از اینکه این روزها آلرژی فراوان هستم و واقعا به نوعی چشمام ناراحت و صدام هم ممکنه خوب نباشه، ازتون عذر میخوام. کانال رو سابسکرایب کنید، تیک زنگوله رو بزنید، با ویدیوهای بعدی دوباره خدمت برسید.